هموطنان گرامی، درود بر شما. 27 سال پیش احمد شاه مسعود در میمانخانه تخت استالف با رابن رافایل معاون وزارت خارجه امریکا یک صحبت تاریخی و خصوصی داشت. از او صحبت روایات مختلفی به شکل مسموعات گفته شده، اما اخیرا ما صورت اصلی گفتگو را از اینی کتاب پیدا کردم. 4 سال با احمد شاه مسعود، نوشته دکتر سید عزیز الرحمن صفوی، از صفحه 48 شروع میشه. ایره ما لازم دانستم تا نسل نوه و بزرگای ما را که در هر گوشی از دنیا که هستند، سنشان از 30 تا و بالا است، من آگاه بسازم که مسعود در اوج جنگ با طالبان با او خانمی که از طرف امریکا آمده بود و کاملا به آیسای وابسته بود، چگونه یک مکالمه داشت. در سال 1374 بود. این خانم رافایل آل 67 سال است. خب زیاد طولانی نمی سازم گپه، راست به صحبت ها میریم. رافایل مسعود میگه که ما آمدیم که برات بگویم که افغانستان باید ترقی کنه. یک شرکت امریکایی حاضر است کمک اقتصادی به افغانستان بکنه. او شرکت افغانستان امریکایی دیگه، اما او شرکت نفتی یونوکال است که طالب جور کرده بود می آمد کلگی رو جارو کنه، نفت ترکمنستان و پاکستان انتقال بده. اون مو است دیگه. باید این ما آمدیم تا جناها و تفاهم برسن. جناها کیست؟ دولت اسلامی بود بر رهبری استاد ربانی و مخالفین جنبش، حزب وحدت، حرکت و همه اینا باید به تفاهم برسه، به شمول گلبدین حکمتیار. مسعود میگه که چی کنی؟ چه نظرت چی است؟ جور میه یا نمیه؟ مسعود میگه که ما همیشه با جرامت آماده هستیم. دولت موقت. قدرت هم میگه پیش ماست، ما دولت موقت. اعلام مذاکره با همگی داریم. سوالی است که همه حاضر به مذاکره هستن یا نه؟ چرا قدرت های مختلف احزاب مناطق مختلف از دست دارند؟ جنرال دوستم وقت جنرال بود در شمال، طالبا در جنوب، کریم خلیلی در یک منطقه محدودتر در افغانستان مرکزی. خب ما چی میتونیم بکنیم؟ رهبرای پشاورنشین، پیر گیلانی، مجددی، مولوی نبی هستن، برشان بگوین که بیان به یک نتیجه برسن. مسعود میگه که جنبش مربوط رژیم گذشته است، دیدگاهش با طالب متفاوت است، بقای جنرال دوستم برش مهم است و معاون وزارت خارجه امریکا میگه راه حلی که قدرتش محدود بکنه به آسانی قبول نمیکنه. اگر حاضر شوه از راه جنگ به اهداف سیاسی خود برسه، جنگ در میته. طالب در فکر پادشاهی گذشته است. اما شاه مسعود اینمیتر روز برای معاون وزیر خارجه امریکا خانم رابن رافایل میگه طالب در فکر پادشاهی گذشته است، به افغانستان هم قناعت نداره، خود پادشاه جهان میخوانن، حاضر نیستن در یک چارچوب همه پذیر قدرتشان محدود شود. حکمتیار و خلیلی هم به درجه متفاوت به میشکل. رای حل پر جنجال است، اما ناممکن نیست. چطور؟ به خاطر از اینکه مسعود میگه عامل خارجی نمیمونه تا زمینه برای یک حل داخلی فراهم شود. جنرال دوستم مثلا میگه خودش در منطقه خود قرارداد گاز منعقد میکنه با ازبکستان و قراردادهای جاده سازی را مستقل با یک کشور خارجی امضا میکنه، مثل طالبا که در مناطق خود میکنن، اینا با پاکستان میکردن. خانم رافایل میگه که ما طالبا را قناعت دادیم که
گرفتن کامل قدرت آرزو نکنند. شما تصور بکنید ای که مالک اصلی طالب کی است؟ 27 سال پیش میگه ما طالب قناعت دادیم که بسیار توقع نداشته باشه که قدرت بگیر کامل. طالب کوشش میکنه که شما تماس بگیره. وزیر خارجه پاکستان گفتیم که قرارداد مستقلی که طالبا شما امضا کردین جاده سازی او را لغو بکنه. خانم رافایل میگه که اما جنرال دوستم، در مورد ایدئولوژی جنرال دوستم چی نظر داری؟ آیا از نظر ایدئولوژی شما با هم متفاوت هستید؟ مسعود میگه که دو مسئله است. یکی جنرال دوستم در امور شمال دست میزنه زیاد، و دیگه که با یک حکومت اسلامی هرچند معتدل سازش نمیکنه. فکر میکنه که یک حکومت قوی مرکزی و آزادی عمل خودش یک تهدید است. میگه دوستم مال سمنگان، جوزجان، فاریاب، بغلان مرکزی در دستش است. در او زمان هم بوده. در صورت ایجاد یک قدرت مرکزی بغلان در قدم اول از دستشان میره، سمنگان و مزار از کنترلشان خارج میشه. چرا؟ ترکیب مزار از نقطه نظر اقوام متفاوت است. در نتیجه نیروی دوستم فقط در جوزجان و فاریاب محدود میمانه، آن هم در کشمکش های دائمی بین خودش و خاندان رسول پالوان. به همین سبب میگه جنرال دوستم مسئله ایجاد یک سیستم فدرالی را مطرح میکنه. این نظریاتی است که احمد شاه مسعود و رابون رافایل میگه. باز میگه که من شک دارم که جنرال دوستم در یک حالت فدرالی هم باورمند به دموکراسی باشه. چطور؟ میگه به خاطر که در او صورت هم چند ولایت از دستش میره در فدرال. شوق آمدن به کابل نداره، علاقمند ایجاد نظام فدرالی در شمال است. سیستم فدرالی از نظر او یعنی مسئولیت با خودش باشه، خودمختاری و مشروعیت در اختیار خودش باشه. این فدرال خیطور نمیشه. سوالی است که آیا این مسئله را امی فدرال به خودش میخواید یا برای مردم؟ خانم رافایل نگاه میکنه به مسعود، میگه که فهمیدن این مسئله مشکل است. مسعود میگه که گیریم که دوستم به مردم و منطقه خود دلسوز است. آیا افکار فدرالی شدن افغانستان بر افغانستان یک تهدید نیست؟ دوستم سالا میگفت که ملیت ما مظلوم است. نماینده مزاری هم میگفت عین شکل که ما باید با اونا یک رشته مسائل قبول بکنم. سوال ما ای بود که بیاین رای رفعی ظلم چی است؟ مسعود میگه اونا بر ما گفتن که رای رفعی ظلم دست بردن به تفنگ است. مسعود میگه که ما بر از اونا گفتم تا چه زمانی میشود جنگید؟ وقتی که حق داده شود چه نیازی به صلاح است؟ اما میبینیم که در عمل هیچ کس به حق خود نرسید. متوجه هستیم؟ ما شما خوب یاد ما هست. خب نماینده دوستم و مزاری پرسان میکنه که طرح خود چیست بر رای حل؟ مسعود میگن. مسعود یک گپای اسکال بر خانم رابن رافایل قصه داره. میگم ما برشان گفتم که قانون اساسی، تساوی حقوق، اول آماده شوین در چارچوب یک قانون اساسی. اگر نشد ما در کنار شما تفنگ به دست استاد است. مسعود رو به طرف خانم رابون رافایل میکنه، میگه که امو گپایی را که ما برای نماینده های دوستم و استاد مزاری گفتیم حال بر خودت هم میگم. قانون اساسی، ما به پیشنهاد دوستم برای فدرالی شدن جواب مثبت ندادم. حقوق اساسی مردم باید اول در قانون اساسی تضمین شود. مسعود میگه که ما حالیم مخالف ایجاد یک نظام فدرال هستم.
اگر فدرال باشه دیگه شاید افغانستان یک پارچه نداشته باشه. کی؟ سند دسته اول است. در جنوب یک حکومت پشتون به وجود می خو خلاصه یک افغانستان دیگه با تحول دیگه. مسعود استدلال میکنه که با این سطح فرهنگی و اقتصادی که ما داریم در صورت فدرالی شدن به زودی هر جناح هر کس وابسته میشه. چرا از نظر فرهنگی و اقتصادی ما کاملا وابسته هستیم. سطح فرهنگی هم پایین است، از نظر اقتصادی ما روی پا نیستیم. هر بدنه فدرالی وابسته میشه. میگه بسیار مشکلی ایجاد میکنه. رابن رافایل میگه که درست است که قانون اساسی حقوق تضمین میکنه. صحیح. اما شما در قانون اساسی برای جنرال دوستم چی میگین؟ معاون وزیر خارجه امریکا. مسعود میگه که آزادی عمل یک حزب سیاسی رو میدین. مثل دیگه احزاب. رافایل میگه که طالب چطور؟ که کارش جمع‌آوری اسلحه از دست هم است. با این تعداد خاک افغانستان هم که در قلمرو شان است وقتی که کابل نگرفتن. جنگ در جنوب افغانستان ادامه داره. دولت مرکزی با اونا ایجاد نمیشه به این شکل. اما اونا یک واقعیت هستن. دیدم خانم رابن رافایل میگن. میفهمیم که ایدئولوژی طالب چی است و مثل یک گروه افراطی نقش بر زنان قائل نیست. اما نمیشه بگوییم که اونا عقل ندارند و باید از سیستم بیرون باشند. ببینیم برمایندگی از طالب آمدن. برمایندگی از آیسای. رافایل و مسعود میگه که تو باور کن که ما با پاکستانی ها زیاد گپ زدیم. طالب خلق شده پاکستان نیست. خنداور از نه؟ خانم رافایل و مسعود میگه طالب خلق شده پاکستان نیست. مسعود چی میگه؟ میگه من اوار میشناسم، ما با اونا در میدان شهر صحبت کردیم. رافایل میگه که خب صحیح، حال چطور یک کاری شوه که اونا بیایند؟ مسعود چی میگه؟ میگه اول باید بگویم که نقش پاکستان در ایجاد طالب بسیار اساسی است. گپ شراب میکنه. میگه اول باید بگویم که نقش پاکستان در ایجاد طالب اساسی است. اونا رو پاکستان به صحنه آورده. نصیرالله بابر و وزیر داخله بی‌نظیر میگه گمان کرده بود که طالبان تا آخر در دست خودش باقی میمونه. حال متوجه شده که چنین نیست. پاکستان بسیار اشتباه کرده، خصوصا در ضربه زدن اسماعیل خان در عراق. رافایل میگه که ما با پاکستان گپ زدیم. میگن باید یک رای طریق درست تشویق شود. طالبان رو به اگرای درست تشویق کنیم. پاکستان گفته. مسعود میگه طریق درست و معقول چی یعنی؟ یعنی که مذاکره شروع شد. اولش پاکستان چاد آل خیگه پر میزنه. تا چند روز پیش کاروان مهمات جنگیش در جنوب کابل یک رنگ میامد. اگر خواستار رای معقول بودن اکمالات جنگی تا می 3 روز پیش و چه منظور بود؟ رافایل میگه که خب گمش که برای ما بگو که طالبان چه نقشی باید در آینده افغانستان داشته باشند. میبینین این مشاجره را، این زورگویی را. مسعود میگه که نقشی داشته باشند، میتونن حزب سیاسی باشند. بگویند حزب سیاسی آزادی هم زبان داشته باشند، بگویند که زن آزادی نداره، نباید داشته باشند. دروازه مکاتب به طور کامل بسته باشه و غیره چیزایی که افکار و عقایدشان ایجاب میکنه بگویند و خنده میکنن. مسعود با از اینکه این گپ میزنه به طرف رافایل خنده میکنه. این طالب یک حزب سیاسی باشه و آزادانه بیا مطرح بکنه در مبارزات سیاسی، بگویه که زن نباید از خانه برای آزادی نداشته باشه، مکاتب هرگز باز نشه. خنده میکنن. این یک خنده است، یعنی که شما گیر جور کردین به اینی افکار عالم آمدی سرمایی را میقبولانی که بگی نقش بده محور بده به نمایندگی از طالب آمدی. رافایل میگه که خب البته مکتبا حالی هم بسته است،
که د پاکستان چطور وارد مذاکره میشین؟ پاکستان دیگه او وقت همه سفیر پاکستان را گلاد کردن بعد از اینکه ایراد سقوط کرد. سفارت سه در دادم، مناسبات خراب بود. این میگه خب که پاکستان چطور دوباره جور میین؟ مسعود میگه که این مسائل است که دکتر نجیب لفروی وزیر خارجه به شما باید بگوید. جالب. رافائل طرف مسعود میکنه میگه از طالبا بگو. مسعود میگه که من میخوایم درباره پاکستان برات بگویم. منافع ما و پاکستان یکی است. بهترین رابطه ای است که افغانستان یک راه ترانزیت باشه در منطقه مثل دوران باستان. راهها باز باشه از تورغوندی تا ترکمنستان، از ترکمنستان تا اسپین بولدک، از اسپین بولدک تا کراچی و حیرتان. من میخوام ایره بگویم. و پاکستان میگه ما گفتیم که شما باید در شمال افغانستان بر خود دشمن به وجود نبیارین، چرا که منافع ما ایجاب میکنه دو طرفه باشه. درباره دیورند ما حاضر به مذاکره هستیم با شما. افغانستان به حیث یک حکومت مستقل شما اعتراف کنید، ما شما وارد مذاکرات سیاسی می باشیم. نه ای که تو خود برادر کلان بگویی مرا برادر کوچک، نه او دوران دیگه گذشت. مسعود میگه که 14 سال جهاد عادت رهبرای کشاورنشین بیخی خراب کرده. ما غلامی روس قبول نکردیم، از پاکستان خو محال است. ای گفا را که میزنه خان رابرن رافایل اونجا سیل داره. آیسای غلط میکنه که خیال داره نفر خدا در کابل نصب کنه. یعنی اون مشاجره تاریخی که بعد از اون وقت طالبا را کمک کردن کابل را گرفت، یعنی به این شکل بوده گفای در تخت استالف. رافایل میگه که پالیسی دولت پاکستان این نیست که شخص مورد نظر خود سر قدرت بیاره. میخواید که روابط خود از سر بگیره. اگر شما سفیر پاکستان لط و کوب نکدین، سفارت آتش نزدین، موتر حامل شاگردان مکتب در اسلام آباد نره بودین، مسعود میگه یعنی شما کردین. شرم است که رابطه افغانستان و پاکستان اصلا نباشه. توی گپ زدن میبینید مسعود چه میگه؟ میگه یه هم شرم است که رابطه خوب بین افغانستان و پاکستان صرفا یک موضوع تشریفاتی باشه. یعنی که شما صادق نیستین، دروغ میگین، خواستار رابطه خوب با ما نیستین، ما رو به عنوان یک دولت مستقل نمیپذیرین، میخواین که گماشته ها در کابل نصب شوند. در موضوع حمله به سفارت ما قطعا دست نداشتیم، اما پاکستان باید بفهمه که نقش کشور در خرابی افغانستان برابر با نقش شوروی است. پاکستان افغانستان فابریکه به فابریکه تخریب کرد. مسعود بنیامین لن و رافائل توضیح میده. میگه ما بسیار مشکل برق، سیستم برق تخریب شده بود، او را ترمیم کردیم، اما پاکستان دوباره با وسیله ایجنتاش او را ویران کرد. سروبیره میگه مای پره چشم دیدن یک داشتن یک برق به ما نداره. مگر شما نمیفهمین که وزیر خارجه پاکستان میگه که طالبا امروز یا فردا قدرت در افغانستان در دست میگیره، که توی یامدی برمد از پاکستان دفاع میکنی، خبر نداری؟ در قسمت مذاکره با پاکستان بهتر است شما خانم رافایل میگه که ما مذاکره کنیم یا نکنیم، ای کارمنیس از استاد روانی شما برین استجواب بکنید که از زوب گرد بزنید. و در ضمن پاکستان برای شروع مذاکره باید تقاضای رسمی مذاکره رو مطرح کنه. ببینین تاریخ خوب گذشت، حوادث زیاد آمد. مسعود چگونه از موضع یک اقتدار با این خانم صحبت کرده؟ حال خود موج حوادث میپیچه اما امروز میبینیم که از چهار طرف سرش حمله کردن و این چرقم از کیان افغانستان دفاع میکن و آمده به زورگویی. رافائل میگه که
خب ای که گفتی که پاکستان مساوی با روسا در تخریب افغانستان نقش داره یک حرف بی بنیاد است و شما را کمک کردند در جهاد. شما باید در قسمت آتش زدن سفارت پاکستان از کشور معذرت بخواهید. بنیامین لن میگه، مسعود میگه که آتش زدن سفارت نه کار ما بود نه کار عمدی بود که معذرت بخواهیم. رافائل میگه مگر سفارت پاکستان در جایی است که ساحه کنترل شماست؟ فقط بگویی که رئیس آیسای آمده گپ میزنن. مسعود میگه که خب ما تاسف خود قبلا کردیم که کار نادرستی بوده، اما عاملش ما نبودیم. اما وقتی که آل بحث مسئولیت در میان است، پاکستان باید مسئولیت بگیره و شهر کابل بیا برای نگاه بکن. خرابی بخش اعظم پایتخت کار پاکستان است. چه وقت معذرت خواستم؟ رافائل میگه اگر مسئولیت ها تقسیم شود، غیر از پاکستان، ایران، امریکا و سعودی هم باید مسئولیت بگیرند، خاصتا که مسئولیت روسا بسیار زیاد است در تخریب افغانستان. مسعود میگه تو نام ایران گرفتی، ما باید ایران گفتیم که شما به خاطر منافعتان کشور ما را تخریب کردین. عین حرفی که بر شما زدم و آیت ایرانی هم گفتیم. امی لحظه که گفت ما صحبت میکنیم، ایران ماهانه 500 هزار دلار و برخی از احزاب افغانستان میپردازد. ما در زمانش، مسعود میگه که حکمتیار را میخواستیم نابود کنیم. پیرگیلانی و مولوی نبی هم امی فتوا را داده بودن. در او زمان رئیم وردک لوی درستیز ارتش بود. اسنادش تمام در وزارت دفاع است. گفتیم که عملیات نابودی حکمتیار تحت فرماندهی لوی درستیز باشد. اما شما احزاب که میگن که گلبودین نباشه نیرو بدین. اما هیچ کدام از اونا میگه حاضر به آماده کردن نیروی جنگی نشدن. هیچ یک نیرو ندادن. فقط میگفتن که حکمتیار نمان. تا امروز امتیاز طلب میکنن از ما، اما مسئولیت نمیگیرن. خود با حکمتیار دشمن نمیسازن، مگر چوکی های کلان کلان از ما مطالبه میکنن. رافائل میگه که طالبا، خب از طالبا گفتی، اما بسیار مردم شوخ و شیرین هستن. شما تصور بکنید این صحبت با مسعود با رافائل چقدر تلخ بوده. یک دفعه گپ قطع میکنه، پس از سر طالب میره، میگه که طالبا مردم شوخ و شیرین هستن. ایره که میگه در مجلس جنرال داوود شهیدم بوده، آرون بوده، توریالای و قماندان مسلم. یک دم مسعود به طرف از وای اشاره میکنه، میگه که بیاره نوبت جای نماز پرتین که من که اینا یه خانم ببینه که کشور دیگه کشور است، من نماز بخوانم باز ببین. صحبت قطع میشه. سپس با تاریخ 8 عقرب 1374 مذاکرات دو به دوی دیگه در بگرام صورت میگیره. دیدار خصوصی است. در اینجا شادروان رحیم غفورزی هم است. ده صبح چرخبال حامل مسعود و غفورزی میرسه تا میشه در بگرام با خانم رابون رافایل گپ میزنه. دور دوم، موضوع صحبت حکومت پایدار است، حکومت با ثبات دیگه منظور شد. ببینید نیم میبره نیم میاره. رافائل میگه که خب ما میخواهیم که ظاهرشاه میور اصلی کار باشه. دوستم آدم قانی است، مشکل نداره. طالبا یک تعدادشان پذیرفتن، یک تعدادشان تا فعلا متردد هستن. شما چی میگید؟ مسعود میگه که این نظرت ما به شورای عالی دولت ارائه میکنم تا باشه که اونا چه میگن. همینجا این صحبت کوتاه میباشه و میبراین مسعود به اطرافیان میگه که هدف اینا ظاهرا آوردن ظاهرشاه است روی شانه های طالبان.
این مکالمه یا این دیالوگی که روایت مختلفی دربارش ما شنیدیم، مثلا شما شنیدیم که مسعود گفته باشه که به خانم رابن رافایل که من می جنگم، ای تقریبا از فهوای گفتگوها معلوم می شد که مسعود کاملا در جوابات خود قاطی بوده در برابر پاکستان، در برابر در جنگ، و تقریبا میگه که ما به کار خود ادامه میدیم، به جنگ خود ادامه میدیم. اما یک گپ مشهوری است که میگن از زبان مسعود نقل شده که کلاه خود میکشم، میگه که اگر ما به اندازه می کلام در وطن جای داشته باشم، دمو نقطه استاد میشم، من می جنگم. اینمی گپ کت خانم رافایل نگفته، ایره به قماندان های خائن گفته بود در یک مجلس دیگه خصوصی، قماندان هایی که هر کدامش 3-4 تا زن گرفته بودن، زمین ها را غصب کرده بودن، مال مردم خورده بودن، کاملا به فرعون ها تبدیل شده بودن و در برابر طالب ایچی نداشتن، انگیزه جنگ خود از دست داده بودن. مسعود در شکایت از اونا، در محضر از اونا گفته بود که شما می هر جا که میرین میخواین بجنگین، میخواین نجنگین، و به اندازه می کلا بر ما جای باشم، من میجنگم. اینجا است که گفته فروغ و فرخزاد در تاریخ کسی میماند و کسی میمیرد، مسعود ماندگار شده است. تا برنامه بعد.